به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با درود بر شما بیننده های گرامی، شما بیننده برنامه کاوش خبر داغ به شکل زنده از تلویزیون جهانی افغانیوز هستید. یکی از وظایف اساسی دولت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور می باشد. از مدت به این سو کشور ما تحت یورش بی‌رحمانه نظامی پاکستان قرار گرفته است و دولت سکوت نموده است، به این معنا که دولت نمی تواند وظایف اساسی خود را انجام دهد. علاوتاً برخی از سازمان ها و افراد و اشخاصی که در 10 سال اخیر قدرت را در دست دارن همچنان سکوت نموده است. اما مردم ما در شعله های راکتی که پاکستان پرتاب می کند جان های شیرین خود را از دست می دهند. و اگر دولت مسئولیت های اساسی خود را انجام دادن نتواند، بدون شک مشروعیت دولت افغانستان زیر سوال می رود. در برنامه کنونی کاوش خبر داغ ما این موضوع را با مهمانان گرامی امان که در این بحث شرکت نمودن، آقای زبیر شفیقی روزنامه‌نگار، عبدالحکیم ترسان تحلیلگر مسائل سیاسی و آصف بکتاش تحلیلگر مسائل سیاسی به بحث میگیریم. مهمانان گرامی، خوش آمدید به برنامه کنونی کاوش خبر داغ. آقای شفیقی، از شما آغاز میکنیم. چرا در چنین حالتی که کابل آمادگی برای عقد موافقه استراتژیک با امریکا قرار داره، پاکستان تحت یورش نظامی افغانستان را قرار میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول افغان تلویزیون درنو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته نیک هیله و سلامونه وړاندې کوم. سپاسگزار. رښتیا هم په دې وروستیو ورځو کې د موږ په ختیځو دوو ولایتونو کې د پاکستان د لوري نه د درنو ډزو جریان د موږ د ولس د موږ د خلقو دپاره د ډېر تشویش او د ډېرې پریشانۍ سره سره د یو لړ تلفاتو او مرګ ژوبلې سبب هم شوی دی، چې دا واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. دا چې ولې دا په دغه اوسني دغه فرصت کې دغه کار شوی دی، یو څه عوامل لري. واقعا کیدای شي د همدغه ستراتیژیک تړون سره، ستراتیژیک همکاری تړون چې د امریکا سره لاسلیک کیږي، د سره یو قسم تړاو ولري. د موږ هیوادوال په مجموع کې رسنۍ د دغه مسالې په همدغه ساده اړخ چې د پاکستان د لوري افغان کلیو باندې په 56 ولسوالیو باندې په سرحدي د کونړ او ننګرهار په ولسوالیو کې ډزې روانې دي، یوازې دغه اړخ ته یې ګوري، دا ظاهري اړخ دی. یو څه پس منظر لري، یو څه نور عوامل لري، عواقب لري، او دا خطرناکه مسله ده، عادي مسله نه ده. راځئ د دې مسالې چې پل یې پسې واخلو چې څه مسله ده، ځینو مسایلو ته داسې ځیر کیږو. په د 2009 کال په وروستیو کې، 2010 کال د پیل نه لږ وړاندې، په سوات کې پاکستانی پوځ د سوات د طالبانو د تحریک په مقابل کې چې مولانا فضل الله مشر و، په هغې په خلاف یې ډېر پراخ جنګ شروع کړ. په هغې کې د سوات د خلقو د پاکستان د تاریخ تر ټولو لوی داخلي هجرت ترسره شو، چې 15 لک خلق د هغه ځای ولاړل یو بلې خواته. اما همین پاکستانی ها هم بودن که در زمان طالبان با طالب ها کمک میکردن. بله، همدغه خلق، همدغه فضل الله ډله و همدغه مولوی فقیر محمد و مولانا صوفی محمد ډله و، د مولانا فضل الله د صوفی محمد زوم دی، همدغه خلق و چې کابل ته راغلي و، 10 زره کسان. همدغه شریعت نفاذ محمدی په نامه تحریک د خلقو هلته تقریبا ځانګړی نظام جوړ کړی و، چې د پاکستان نظام حکومت بالاخره مجبور شو هلته عملیات شروع کړل. خبر اصلا دا ده، کله چې هلته عملیات شروع شول د 2010 کال په د جنوري په 22 نېټه، د انګلستان یوې ورځپاڼې ډیلی میل د خبر خپور کړ چې مولانا فضل الله زخمي حالت کې د بلک واټر د خوانه راوړل شو، د سوات نه بګرام ته رسول شو. اما سرانجام حالا پاکستان چی میخوای از مردم افغانستان که تا به اکنون 700 راکت به افغانستان؟ با ما اجازه بتین که ما همی پس منظر همی مسئله را ما تشریح بکنم.
کله چې مولانا فضل الله د زخمی کېدو بګرام ته د انتقالېدو د هغې د درملنې خبر خپور شو د هغې نه سمدستي وروسته د پاکستان رسنیو د 2010 کال د می په میاشت کې دا خبر خپور کړو چې مولانا فضل الله د خپلو ټولو درې سوه ملګرو سره د کونړ په کامدېش ولسوالۍ کې ځای په ځای شو د هماغو وختو نه کله په افغانستان په خوا کې چې د برګمټال په ولسوالۍ د دوی عملیات وشول د برګمټال د ولسوالۍ د عملیاتو یو هغه دلیل یو راپور یې چې معسخ په رسنیو کې خپور شوی جمال الدین بدر د نورستان والی د می په اوویشتمه نیټه خبر خپور کړو چې په برګمټال پاکستاني طالبانو مولانا فضلالله په مشرۍ چې عملیات کړي وو شپږ تنه د ده په شمول د ده شپږ تنه ملګري په دې جګړه کې ووژل شول نو هغه خبر بیا تصدیق نه شو چې رښتیا و که دروغ خبره دا ده چې د پاکستاني طالبانو چې په سوات کې اوسېدل د هغې یوه زیاته ډله د کونړ او نورستان په غرونو کې کله اخواته کله دې خواته همدغه خلق وو چې یوه نیمه میاشت مخکې په کوزانی دیر کې د پاکستان په پوستو حملې وکړې شپږ پنځوس کسان یې پکې ووژل شپږ پنځوس تنه پولیس او ملیشا برای پوستې پاکستانی ها یا افغانی ها پاکستانی د پاکستانی ها که کشته شدن احتجاج نبودن پاکستان علیه سفارت ما یعنی از دیگه شما این حملات پاکستان علیه همان طالبان پاکستانی است که در کوههای کنر هست اما زه یو دل دغه ټول لک پس پده تکمیلی کم خپل خبر تکمیل کم بیا تاسو خپل برداشت کولای شیخه دو هم دل تقریبا یوامی اشمخ که همدغه کسانو چې پاکستانی و افغانی طالبان ګډ دي په ګډه دوی لاړل په باجوړ کې دوی په دوو پوستو عملیات وکړل چې یو ویشتنه د پاکستان د پولیسو او سرحدي ځواکونو په شمول دوی ووژل او بلاخره هغو خلقو سفیر د موږ احضار کړ سفیر نه و فکر کوم چې شرط داپیر و هغه احضار کړو هغو ته یې تون شکایت وکړو پاکستان دغه لانجه وې او په همدغو ساحو کې پاکستان عملیات شروع کړل اوس مسله اصلا اصلي لانجه دغه ده دغه مرموز یو قوت دی یو څوک تشا لري یو چا د خوانه حمایه کوي چې د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو تر اوسه پورې زور نه دی پر رسېدلی کله په برګمټال حمله کوي کله په کامدېش حمله کوي کله یې پاکستان لوري ته حمله کوي پاکستانی لوری داسې وایي ګرچه دا دلیل مواجه نه دی دوی وایي چې موږ د پاکستاني طالبانو په خلاف د موږ پوځ ډزې کوي یو نیم ډز به مرمۍ به اوړي د افغانستان لوري ته به لګېږي دا درست دلیل نه دی یوه بله خبره چې دوی پخپله پرې اعتراف کوي د پاکستاني پوځیان او ولسمشر آصف زرداري ولسمشر کرزي ته د تهران په د کنفرانس په حاشیه کې چې دواړو کومه غونډه درلوده په همدې هم مسله هغو سم اعتراف کړی چې موږ پوځیان به یوه مرمۍ پیر کوي نور لس او شل او سل مرمۍ نور ځواکونه دي چې هغه یې فایر کوي هغه د موږ په واک کې نه دي په دې کې شک نشته آقای شفیقی از دیدگاه شما حملات پاکستان فقط علیه همین نظامیانه که تا به حال شناخته نشده و دشمن افغانستان و پاکستان از بالای از اینا صورت گرفته در کوههای کنر زه داسې وایم زه په دې نظر یم چې دغه د پاکستان فوج په پوځ کې هم داسې عناصر شته چې هغه نه د افغانستان او پاکستان د ښو روابطو اما حالا 700 راکت 110 کیلویی که فقط مربوط به آیسای پاکستان می باشه به خاک افغانستان پرتاب شده این معلومات مستند است که در دسترس ریاست امنیت ملی افغانستان قرار دارد زه دا تایید هم صحیح خبر ده زه داسې وایم د افغانستان د پاکستان په پوځ کې پاکستانی طالبان جمع افغانی طالبان جمع یو څه هغه مرموز قوتونه چې په پاکستان کې د بلک واټر په نامه فعال دي په افغانستان کې لویه پوځي اډې لري معلوم دي دغه ځواکونه ټول په یو شکل په افغانستان او د افغانستان او پاکستان ښه روابط هم نه غواړي او د بحران دوام هم غواړي دوی غواړي همدغه تشنج وي او بالاخره دغه دواړه هیوادونه سره ټکر شي حالا آقای شفیقی مسئله مهم اینجاست پاکستان چرا اینها را از
بین نظامیان خود دور نمی‌سازه که بالای افغانستان راکت پرتاب میکنه و تا به حال هیچ شواهد هم وجود نداره که در اینجا دهشت افغانان یا افرادی که بین افغانستان و پاکستان تفرقه میندازن اینا از بین رفته باشن، بلکه بیشتر یا کمتر از 100 نفر غیر نظامیان که در بینشان زنان و کودکان هم وجود داره افراد منطقه یا مناطق مسکونی بودن که در پرتاب این راکت ها از بین رفتن. زه په دې مطلب دی ما در نده چه زه کم لوری تب که برایت ورکم و ممکنه نده چه برایت واخلی پاکستان پاوز دی پاکستان حکومت دی افغانستان حکومت دی افغانستان اغا امنیتی زواکونه چه پا سرحد که دی در طول پا مجموع که دی مساله مسئول دی که دی پاکستان او افغانستان دی حکومت توافق پا هم دیوی چه دوی خپل خر و عبت وساتی دغه مسئله تا چه پا تهران که دی دوی تمنز کم کمیسیون بنده توافق وشو چه دا زیبه ساری چه دی کم لوری و چوکی کوی اغا کمیسیون باید دی وقت جور شوی وی سیمه تا رسیدلی وی دغه لوری معلوم وی ما فقط هم دغه مسئله ومی غختل چه تشریح کم چه پا دی منز که دسی مرموز مور لاسون اشتا چه روابط خرابی به این موضوع حتما دوباره برمیگردیم. آقای ترسن، از دیدگاه شما کسانی که در بین افغانستان و پاکستان قسمی که آقای شفیقی گفتن تفرقه مندازن این چی گروه های است و آیا این گروه ها در کوههای کنر و ننگرهار وجود دارن و این که نه پاکستان فقط بهانه گیری میکنه و میخواد که مردم افغانستان را در مناطق مسکونی که در اونجا وجود داره با پرتاب راکت از بین ببرن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و تمام کارکنان تلویزیون افغانیوز و همچنان بیننده های محترم. تشکر. قربان شما، ما به ارتباط صحبت های جناب شفیقی صاحب که در این ارتباط روشنی های انداختن و اینجا میخواییم یک چند نکتر اشارات داشته باشم که اینا از گروپ صحبت داشتن که بین افغانستان و پاکستان نمیخواین که همی دوستی یا صمیمیت هایی که بین افغانستان پاکستان هست به حساب بیشتر صمیمی شوند. متاسفانه ما در طول تاریخ پاکستان شاهد هزی بودیم که چطور مداخله کردن در افغانستان و همیشه مداخله کردن. این امروز نیست، از مدت ها هست که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله کرده، چه در زمان طالبان چه در دوران حکومت های گذشته و همچنان امروز هم میبینیم. نه تنها ما نباید سر مسائل کنهر و پکتیا و پکتیکا فکر بکنیم، حتی همی عملات که چند روز پیشتر شما شاهدش بودن که به هتل انترکانتیننتال صورت گرفت، طبیعی است که سازماندیش از پاکستان صورت گرفته. در کل شما ایره میپذیرین که یک نیروی جداگانه است در کوههای کنهر که بین دولت افغانستان و پاکستان نمیخواد که صمیمیت باشه، چیزی که اصلا وجود نداشته؟ ببینید، شما همیشه زمانی که همیلانه های توریستی با پاکستان است، هم دولت افغانستان هم جامعه بین المللی پاکستان در جریان گذاشته و همیشه یادداشت هایی داده و بعدن حکومت پاکستانی که اقدام کرده نکرده، هیچ وقت در مقابل افغانستان اونا صادقانه عمل نکردن و نه صادقانه عمل میکنن. پس چرا پاکستان دشمنه که بین افغانستان و پاکستان میخواین که یک درز به میان بیاره، چرا افغانستان در جریان نگذاشتن تا خود حکومت؟ به هیچ وجه هیچ وجود به هیچ وجه نمیپذیرم، به خاطر از این که اگر چنین بر یک لحظه فکر میکنیم، اگر چنین افراد موجود باشه باید اونا مکلفیت داره دولت پاکستان که دولت افغانستان در جریان بگذارن تا ایج نیروهای سرحدی ما خود داخل اقدام و عمل شن، نه ای که پاکستان خودسرانه زیر عملات و توپخانه افغانستان قرار بدن. و همچنان دیروز ما شاهد یک سلسله از تصاویر که وزیر امور داخلی افغانستان نشان دادن به پارلمان، ما شاهد از او بودیم که اونا با اسناد و شواهد صحبت کردن از مداخله مستقیم نظامیان پاکستان. طبیعی است که اونا مداخله کردن در امور داخلی افغانستان. ای که رئیس جمهور و جامعه بین المللی چرا خاموشی اختیار کردن که باید موضع خود روشن بسازن در ارتباط، هم دولت افغانستان هم جامعه بین المللی، و چرا در اتر یک نقطه حساس خاموشی اختیار کردن؟
ایجا آقای رئیس جمهور الف و وفاداری یاد کردن دست بالا قرهان ماندن که ما ترسن. هدف اساسی پاکستان از یورش به افغانستان چی است؟ اونا فقط میخواین که امتیاز بیشتر از هم از جامعه بین المللی بگیرن و هم امتیاز از تجاوز خود در افغانستان از جامعه جهانی باج میگیرن از دیدگاه به این مفهوم به این مفهومه که یعنی ما توانمندی از این را داریم که میتونیم به داخل افغانستان با یک تعداد افراد دست نشانده ما که در حکومت افغانستان یک تعداد هستند جا به جا هستند ما توسط از اونا میتونیم مور خاموشی را بر لب رئیس جمهور افغانستان نیز بگذاریم تشکر که گذاشتن یک لازم یک مسئله دیگرم اگر اجازه بتن اشاره بکنم ببینین چرا آقای رئیس جمهور اگر هیچ چیز نمیتونن یادداشت میتونن به شورای امنیت وزارت خارجه ما میتونن به شورای امنیت ملل متحد یادداشت بفرستن و از عملکرد پاکستان انتقاد بکنن تا جامعه بین المللی نیز در این ارتباط مداخله بکنه فشارها را بالای حکومت پاکستان بیاره تشکر به این موضوع برمیگردیم آقای ترسن جناب دکتر صاحب میخوایم از شما بپرسم که وزیر داخله میگوید که وی با وزیر داخله لوی دریسیز و رئیس جمهور پاکستان ملاقات های داشتن و این موضوع را در میان گذاشتن اما آنان بیشرمانه از چنین عمل کرده که خودشان انجام دادن چشم پوشی کردن چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم ما قبل از همه به نمایندگی از حزب ترقی وطن به نمایندگی از حزب ملی فعالین صلح افغانستان به نمایندگی از حزب آزادی خواهان دموکرات افغانستان و جمع وسیع از سازمان های اجتماعی یه عمل جنایتکارانه دولت پاکستان را شدیداً محکوم می سازم و برای شهدای را که در کنر وجود داشته از دربار خداوند طلب بهشت می کنم خداوند اونا را وارد بهشت بسازه برای بازماندهایشان صبر جمیل آرزو می کنم یک مطلب ما باید برز برسانم که پاکستان از بدوی ایجاد خود طور که آقای ترسون به او اشاره کردن و طور مسلسل در امور داخلی افغانستان مداخله داشت و مداخله خود هم به طور مسلسل پیوسته انکار کرده مخصوصا مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان از سال 1354 به بعد شدت کسب میکنه شما میبینین حوادث در بدخشان شما میبینین حوادث در کنر در لغمان در نورستان در پکتیکا هرات وجود داشته جمعی را که در پاکستان تربیت نظامی دیدن اونا به اقدام سلانه علی دولت دولتان چرا چشم پوشی میکنه پاکستان و میگه که ما از چنین چیز اصلا اطلاع نداریم کشوری که 700 راکت به افغانستان به کشور همسایه خود راکت پرتاب میکنه او هم 110 کیلویی بعدش میگه که ما سیاستشان سیاست انکار اینا همیشه در طول 33 سال جنگ و بحران افغانستان و تا قبل از اینکه یه بحران در افغانستان به وجود بیاد اینا از سیاست نفع بردن و طور مسلسل ما میبینیم در طول 33 سال در اونجا در تعداد گروه ها تربیت نظامی میبینن تسلیم میشن میان وارد افغانستان میشن در اینجا به کشتار مردم میپردازن ولی سیاست رسمی دولت پاکستان همی بوده که ما اطلاع نداریم یا سرحدات بین افغانستان و پاکستان یا گده هست که میرن وارد افغانستان میشن یا عمل انجام میتن ما به هیچ صورت تروریسم القاعده را طالب را جمع طالب پاکستانی و غیر پاکستانی را از استخبارات پاکستان جدا نمیدانم اینا یک مجموعه هستند به عنوان یک مجموعه به مسابقه یک مجموعه عمل میکنن ولی حرف جالبی است که شما در آغاز صحبت مطرح ساختین که چرا یه احزاب سازمان های را که در حاکمیت هستند اینا مور سکوت بر لب زدن چرا دولت یک عکس العمل جدی نشان نمیده صرفا اکتفا میکنه به یک اعلامیه را که وزارت خارجه افغانستان صادر میکنه واقعا برای ما هم جای تعجب هست امروز گروه های را که در رأس حاکمیت در رأس قدرت قرار دارن گوش مردم کر ساختن که اینا روسا را شکست دادن اینا دیوار برلین از هم فرو ریختن اینا جمهوری های آسیای میانه را با آزادی و با استقلال رساندن
من تو فکر میکنم که پاکستان قوی تر از شوروی دیروز نباشه، ولی در برابر تجاوز پاکستان ما رو سکوت به لب میزنم. دلیل یه است، گروه هایی که امروز در قدرت هستن اینا در پاکستان ایران ساخته شدن و گونه از گونه ها روابطه دارن و به می خاطرم جرأت کرده نمیتونن در برابر از اونا از خود عکس العمل نشان بدن. آقای شفیقی، وزیر خارجه افغانستان میگن که بر بنیاد دیپلماسی نتوانستن که این مشکلی که اکنون پاکستان برای افغانستان راکت پرتاب میکنه نتوانستن که حل بکنن و دیپلماسی در این مورد ناکام بوده. از دیدگاه شما گام بعدی باید چی باشه؟ تشکر. ایوا مسئله چه پدی رابطه پرونده پولیسی جرگه که ده هواد دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردگ اگو نلیوال طولنه تا مخواله و دیغونه گیلا وکره و پا اگوی نیوکه وکره. ایوا پختنه پا دیره به تا هم دغه ده چون نلیوال طولنه یو لکه و پنزوز زره تنه اسکار پا افغانستان که ده سره پرا پرتنه. اما موضوع مهم این است که اگر از روابط دیپلماتیک نتانه که این مشکل حل شود، گام بعدی باید چی باشه؟ یعنی زم مساله فقط هم دغه ده از در توایم که یو لک و پنزوز زره پوزونه پا افغانستان که پراته دی پا دو زره لومړی کال دیده تعهد سره چې د افغانستان د هوایی حریم دفاع به دوی کوي. پرون د جنرال رحیم وردک پخپله ووی چې د پاکستان نه دوی که څو هلیکوپتر د تعداد یې ونه خود هلیکوپتر د افغانستان دننه قلمرو ته راغلی بمبارۍ مو کې بیرته ولاړې. دغه قوتونو تر اوسه ولې عکس العمل نه دی ښودلی؟ مخکې دوستانو زه د دوی د خبرو سابقي موافق یم. د پاکستان په سیاست چې د افغانستان په رابطه یې لري، د پاکستان په هغو مشکلاتو چې افغانستان ته یې جوړ کړي، د افغانستان په بحران کې د پاکستان بنیادي رول، دا ټول هغه واقعیتونه دي چې دې نه انکار ممکن نه دی. خو اوس دا مسله ډېره زیاته پیچله شوې په دې ده چې په دې کې نور قوتونه را شامل شوي. موږ متاسفانه یو طرفه لګیا یو پاکستان ملامته وو. په منځ کې نور قوتونه دي چې هغه همدغسې رول لري، همدغسې منافقانه رول لري، همدغسې د افغانستان سره. اوس ډیپلوماسي ناکامه شوې د افغانستان دپاره، مثلا ډیپلوماسۍ لاره چې ناکامه شوې د افغانستان دپاره، بله لاره همدا ده چې نړیوالې ټولنې ته چې تیار حضور لري په افغانستان کې، پوځي او سیاسي حضور لري، هغوی د یوه ولسوال په مقررۍ کې په رئیس جمهور باندې فشار اچوي. ولې د پاکستان په مسلسله درې هفته یا یوه میاشت رئیس تعرضونو باندې دوی یو ځل چرا دولت افغانستان پیشنهاد نمیکنه که در مسئله سرحد افغانستان با پاکستان جامعه جهانی باید دولت افغانستان به کمک بکنه؟ د جنرال رحیم وردک انتقاد همدغه معنا لري چې دوی غوښتنه کړې. هغه ډېر په صراحت ووی چې موږ د نړیوالو ځواکونو نه په بار بار غوښتي چې په دې مسله کې مداخله وکړي. آقای شفیقی، وزارت دفاع افغانستان خودش چرا اقدام نمیکنه که از جامعه جهانی میخواد که اقدام بکنه؟ دیدیم که خود جامعه جهانی در افغانستان حضور نداره. دوی چه توان درلوده؟ یه چه قوتون هلته موجود بود چه دیده پا توانی درلوده؟ یه جوابی چه کولای شای جوابی اگه کم اقدامات چه دوی کلی اگه معصر ندی در نرایوال طولن ندوی غختن کلی اگه تا ارتغاق ندی نیولای ده مساله ده برگ مطال ده پده زای که آقای شفیقی، سوال برمیایه که وزیر دفاع افغانستان از جامعه جهانی خواسته میتونه که ما را در این رابطه کمک بکنین، اما از رئیس جمهور کرزای خواسته نمیتونه که عکس العمل نشان بده و یا هم برای سربازانی که اکنون میلیاردها دلار در تمویل تجهیزشان مصرف شده اونها را اجازه بدن که تا عمل بالمثل در مقابل پاکستان انجام بدن. زو هم در طول شوی رئیس جمهور په خپل وخت په مغه وخت حتی په تهران کې و، هغه وخت چې په داخلي سطح دومره غټه هم نه دی شوی. تشریفاتی نبوده آقای شفیقی؟ دا ډیپلوماسي ټوله تشریفاتی ده. موږ که دا وایو چې تشریفاتی دي، ډیپلوماسي ټوله ګریوان د چا په ډیپلوماسۍ کې څوک ګریوان د چا ته لاس نه اچوي. رئیس جمهور د پاکستان نه وغوښتل شول چې تاسو د دې وضاحت وکړئ ولې دا ډزې کېږي او د دې ځواب غواړو موږ. اما در صورتی که اگر نتیجه نتا نو دی گاد کمیسیون جوړ شو، وای چې گاد کمیسیون به جوړ و چې دا مساله و ساری. این کمیسیون همچنان یک سال در بر میگیره و هیچ مفاد برای افغان ها نداشته باشه. هر صورت خبر عدالت اصلا
دغه مساله چې دا اوس ډیره توده هم ده، دغه مساله ډیر بنیادی نور اړخونه لري. برګمټال، کونړ، دغه غرونه ډیر حساس موقعیت دی. داسې فکر کېږي تقریبا یو کال مخکې د افغان چلنیز مشورتي مرکز د خونه په دې تحقیق شوی، موږ هغه مهمو لوریو ته هغه خپل تحقیق د څېړونکو هغه نتایج د تحقیق هم ورکړي چې دغه ځای داسې په نظر کې دی چې د وزیرستان متبادل په حیث جوړ شي، چې دا د جنګیالیو مرکز شي، آسیای میانه ته، د چین سنکیانګ ته. په هماغه وختونو کې په د هیواد په شمال کې د موږ په ولسي جرګه کې بحثونه وشول چې د هلیکوپترونه طالبان قطع کوي او د نورو ځایونه دلته را انتقالي. دا مسایل ارتباط لري، تنها مسله د افغانستان او د پاکستان نه ده، تنها د پاکستانی پوځیانو د ډزو مسله نه ده دلته. اما حالا که نیروهای پاکستانی حملات خود را بر افغانستان ادامه میدن، آقای شفیقی، این چگونه میتونیم که بگویم فراتر از پاکستان است؟ خب موږ یې وینو عملا ځینو مسایلو باندې ټول ګونګ دي. ولې نړیواله ټولنه په دې تلفظ نه کوي، اقدام نشي کولی؟ حالا چرا رئیس جمهور کرزی خاموش است؟ خاموشی رئیس جمهور کرزی به چی معنا است در این مورد؟ تا ډېره حده پورې هغو چې څه ویلی شوی د خارجي قوتونو سره یا د پاکستانیانو سره هغه یې وویلی شوی، نور د ده د سویې نه جګه خبره ده. ځکه په دې کې تدنه د لویو قوتونو لاسته بالا است. زه داسې فکر کوم چې دا ډېره لوړه ده. پس حالا کسی که تصمیم بگیره در این مورد که نباید پاکستان حملات خود را در افغانستان انجام بده و باید نیروهای افغان حملات همچنینه که پاکستان انجام میده بالای افغانستان، آنچنان باید بالای پاکستان همچنان از طریق افغانستان حمله شود، تصمیم گیرنده کیست؟ رئیس جمهور رئی سعیده. اما شما قبلا گفتین که رئیس جمهور کرزی صلاحیتش پایین تر از این است. بر کدام رابطه صلاحیت رئیس جمهور پایین است؟ مسله دا ده چې همدغه ځای ته همدغه ته لاره برابریږي چې افغانستان او پاکستان دلته سره ونښلي. قربانی به همدغه خلق ورکوي، قربانی به د دې خط دواړو خواو ته دغه ولسونه ورکوي چې دواړه اصلا یو ولس دی. یوه استعماري کرخه یې په منځ کې تره شوې، یو ولس دی، دا به قربانی ورکوي. این یک حرف واضی است آقای شفیقی که مردم عام در اینجا از بین میره. چرا رئیس جمهور کرزی اقدام به عمل بالمثل در مقابل پاکستان نمیکنه؟ چرا خاموش هستن؟ ما تا تر اوسه چې معلومه ده هغه معلومات ما تاسو ته درکړل، متاسفانه تاسو مغزه نه پرې خلاصوي. زه درته وایم دا مسله یې ډېره لویه ده. از صلاحیت رئیس جمهور کرزی بلند است؟ د منطقې په سطحه توطیه ده، د دغې سیمې په سطحه توطیه ده. دغلته خلق راټول شوي، د هغې مشر په بغلان کې تداوي شوی. آقای شفیقی، رئیس امنیت افغانستان همچنان میگه که این فقط از سوی پاکستان سازماندهی میشه. وزیر داخله همچنان میگه، وزیر دفاع همچنان به همین عقیده است. شما چگونه میتونین که بگوین که این فرام منطقی است؟ ما به حواله اخبارا پیش ما است، موجود است. ما به حواله نشریه به نام دیلی میل که از انگلستان نشر میشه، ما به حواله از اون میگم که امیر رهبری که فعلا اونجا وجود داره از طالبا ای در بگرام تداوی شده، از طرف بلک واتر، از سوات، از محاصره پاکستانی ها کشیده شده اینجا آمده. وزارت داخلی افغانستان هیچ چون این چیز را نمیگن آقای شفیقی؟ ما شنیدیم، شما نشنیدین. ما اسناد داریم. امیوالی نورستان گفته، اعتراف کرده که در حمله فکر میکنم به 27 می به برگمتال که حمله شده، جمال الدین بدر ادعا میکنه که با 6 نفر امی بدل الله با 6 نفر همکارانش کشته شد و او تا بال باستایی نشده. حالا ممکن چند نفر در این کوها باشه آقای شفیقی؟ ممکن چند نفر در این کوها وجود داشته باشه؟ به صدها نفر است و از طرف حمایه میشه. همیتون از طرف کی ها حمایه میشن؟ از طرف کسایی که آورده شد و در رهبرش آورده شد در بگرام تداوی گرد. آقای شفیقی، ممکن 700 راکت در اینجا خورده باشه و 90 نفر ملکی کشته و زخمی میشه، چرا یکی از اینها کشته و زخمی نمیشن؟ این چگونه یک حالت است؟ ده مسئله بیله ده، ده غده راکتون راتلل، ده جنگ راتلل. زه پده که نه پاکستان تا برات ورکام، نه پاکستان پاوستا. اغوی تجاوز کرای سعیده. د افغانستان پوځ یې کتوان لري مقابله دې وکړي، که نه لري نړیوالې ټولنې ته دې مراجعه وکړي. د دوی هغه مسؤلیتونه چې نړیواله ټولنه د افغانستان په رابطه لري، هغه یې باید
دغه مسولیتونه تصره کی کنوی یو نیم لک تنا په وزونه په افغانستان کې د ذلت په افغانانو پروته چې پر عدالت پروته دي دما جواب داده سپاسگزاریم. آقای ترسان، از دیدگاه شما نیروهایی که در بین کوههای کنر وجود دارند تا به حال هیچ یک از اینها نه زنده گرفتار شدن از سوی پاکستانی ها و نه هم شواهد وجود داره که اینها در اینجا هستند، چون رئیس امنیت ملی سخنگوی امنیت ملی افغانستان میگه راکت های 110 کیلویی بر مناطق مسکونی اصابت میکنه و نه در کوههایی که در اونجا گفته میشه که دهشت افغانان وجود داره، این همه به چی معنا است؟ چرا پاکستان میخواد که بر منازل مسکونی و یا مناطق مسکونی حمله بکنه یا یورش؟ قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، اجازه بدین که ما در ارتباط با ابراز سپاس از آقای جنرال امرخیل بکنم به مثابه یک افغان شجاع که دیگه توان از زیر نداشت که همین توپ و راکت که از طرف پاکستان میایه و خود به تفاوت ببینه استعفا داد که استعفاش منظور نشد. و یک چیز دیگه که من خطاب به طالبهای خود که اونا خود طالبهای افغان میگن و در پالوش اونا میگن ما علیه متجاوزین، کسی که بر افغانستان تجاوز میکنه و یا تجاوز کرده و یا نیروهای خارجی را، گرچه بنابر شورای تصویب شورای امنیت به داخل افغانستان آمدن، اونا را ما تجاوزگر میگن، اونا مبارزه دارن. ما سر از اونا صدا میکنم، طالب های عزیز، برادرای آقای کرزی، شما رویتان به طرف پاکستان بگردانین. امو کسی که شما را تحمیل میکنه، تجهیز میکنه، این انتقام خون افغانهایی را که ریخته شده به افغانستان، چی به کنر، چی به پکتیا، چی به کابل، چی به بدخشان، چی بر هر گوشه و کنار افغانستان است، شما جواب از اونا را دندان شکن بده. سپاسگزاریم. آقای ترسان، مسئله مهم اینجاست که وزیر دفاع افغانستان میگه که ما از شورای ملی و رئیس جمهور کرزی خواهان این هستیم تا اجازه عمل بالمثل برای وزارت دفاع افغانستان بدن. حالا رئیس جمهور کرزی چرا خاموشی اختیار کرده؟ ببینید، این چه سوال است که پیش همه ملت افغانستان سوال است. و به ارتباط سوال اولیتان یک اشارگر اما که اگر کوتاه بگویم بسیار کوتاه، بسیار کوتاه میگم. ببینید که شما در ارتباط اونا میگن که به کنر موجود است، با کدام گوشه و کنار افغانستان طالب هایی که پاکستانی هایی که انتحار میتن خوده، با کدام گوشه و کنار افغانستان اینا موجود نیستن؟ آیا اینا چرا جلوگیری خود از اینا نمیکنن، از پاکستانی های خود که به افغانستان میان و انتحار میتن؟ به ارتباط با سوال دوم شما که چرا آقای کرزی مور خاموشی را بر لب گذاشته و وزارت دفاع دقیقا، چون سرقماندان اعلی قوای مسلح شخصا آقای کرزی است، قرآن هم کرده و در مقابل مردم افغانستان دست بالای قرآن مانده که از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان ما در دفاع قرار میگیرم و دفاع میکنم. ایج سوال هست که آقای کرزی چرا حداقل خطاب به جامعه بین المللی، خطاب به حکومت پاکستان بیانی نمیده، صحبت نمیکنه؟ دلیل اگر... چیز چرا از دیدگاه شما؟ ما اینجا چه معاملیه در پس پرده در حال انجام شده؟ ما در پس پرده باز از هگنتا و گماشته شدگان پاکستانی را میبینم. در کجاها؟ بعد یک تعداد از اعضای کابینه، بعد و یک تعداد از والی ها که اینجا هستند، در معاصره آقای کرزی قرار دادن و هیچ گاه نمیگذارن که آقای کرزی تصمیم درست بگیره. شما ببینین آقای کرزی به مثابه یک بچه افغان توانمندی ازیره نداره، جرأت ازیره نداره. ولی ما میگم که شاید آقای کرزی، چون هو در خون از او هم در رگای از او هم خون افغان جاری است، اگر نیست طرف دیگه قضیه است، اگر هست اونا به مثابه یک افغان خدا دیگه از این معاصره بکشن و مراجعه بکنن به مردم، خطاب بکنن به مردم. در این مدت که وزیر داخل افغانستان میگه از نیمه زمستان سال گذشته تا به حال حملات پاکستان به افغانستان جریان داره،
چرا رئیس جمهور کرزای کاملا خاموش است و از مردم خواستار و کمک نشده؟ و من مطمئن هستم که رئیس جمهور افغانستان اجازه نمیتن امی القا و یک چیز دیگر هم من بگویم، وقتی که اگر آقای کرزای میخواین شما ببینین ما به وزیر صاحب دفاع ملی، به رئیس صاحب عمومی امنیت ملی افغانستان، برای وزیر داخلی افغانستان میگم از برای خدا اگر رئیس جمهور افغانستان افغانستان بر پاکستان بسپاره، شما آیا دز به زیر علاشه میشینین؟ شما اگر آقای کرزی مار خاموشی را بر لب میزنه، شما منحیث مدافعین از این کشور، منحیث وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت، شما خود دست به کار شوین و اقدام بکنین. جامعه بین المللی ناگزیر است، چون تعهدات داره. همین لحظه حریم فضایی ما و شما به دست جامعه بین المللی است. بدون از اجازه از اونها تا پروازهای داخلی ما صورت نمیگیره. چرا جامعه بین المللی جا اقدام نمیکنه؟ و اگر وزیر دفاع ما، وزیر داخلی ما، چنانچه اونا شهامت خود دیروز نشان دادن و ما از اونا خواهش میکنیم، منحیث افغانای اصیل از این وطن، اگر رئیس جمهور مور خاموشی را بر لب میگذاره، نگذارن که ما را بسپارن به پاکستان و ما را غلام حکومت پاکستان بسازن، خود اقدام بکنن به مسابه اولاد از این وطن. تماما مردم افغانستان در پالوشان قرار داره و تعداد زیادی از کاندیدای معترض افغانستان است که در پالوشان قرار داره. جناب دکتر صاحب، از دیدگاه شما بدون شک، البته گفتم میتونم که کشتار غیر نظامیان از سوی هر کسی که باشه دردآور و رنجاور است. زمانی که نیروهای ناتو در عملیاتشان بعض از افراد ملکی کشته شدند، رئیس جمهور کرزی تا سرحد اشغالگر برای آنان لقب داد. اما در مقابل پاکستانی ها که اکنون 700 راکت پرتاب میکنند به افغانستان، چرا خاموش هستند؟ چرا برای پاکستانی ها اشغالگر نمیگن؟ چرا متجاوزین نمیگن؟ و چرا افرادی که در اونجا در مناطق مسکونی زندگی میکردن و 90 نفر کشته و زخمی دادن، چرا خاموش است رئیس جمهور کرزی؟ و چرا در مقابل امین افرادی که در اینجا کشته میشن از بس که از راکت های از پرتاب راکت های پاکستان، چرا با اینها رئیس جمهور همدردی ندارن؟ این مورد آقای تورسون فکر میکنم اشاره کردن، اما اگر تحلیل شما هم بگیریم بهتر خواهد بود در این مورد. نظر من یه است که عملا آیا از دیدگاه شما آقای بکتاش معامله رئیس جمهور کرزی در پشت پرده با پاکستانی ها چیز دیگر نیست؟ من میخوایم روی این موضوع صحبت داشته باشم. آقای تورسون اشاره کردن که برخی از گروه ها اطراف آقای کرزی را احاطه کرده. این گروه ها عملا در نظام سیاسی افغانستان مسلط هستند. اینا حاکمیت را از ادارات مرکزی تا ولسوالی ها در بین خود تقسیم کردند. این گروه ها از چه افراد هست؟ این گروه ها است که در پاکستان و ایران ساخته شده. برخی از گروه ها به علاقه نیست که آینده افغانستان را دم به پاکستان بسته کنند. که اگر چنین نباشد، جمعی از گروه های را که ادعاهای بسیار بزرگ و بالا داشتن، چرا حداقل صدای اعتراض خود علی پاکستان بلند نمی کنن؟ بکتاش چرا میتونه جرأتی را داره که صدای اعتراض خود علی پاکستان بلند کنه؟ ولی جمعی را که ادعاهای بسیار بلند و بالا داشتن که گویا این کار انجام دادن و کار انجام داد، امروز جرأتی را ندارن که صدای اعتراض خود علی پاکستان بلند کنن. منظور من یه است. خب، یعنی شما تمام مشکلی که اکنون وجود داره از دست دست نشاندگان پاکستان در افغانستان است؟ از کاملا شما کاملا نه تنها دست نشاندگان پاکستان، دست نشاندگان ایرانی هم. گروه هایی است که امروز من به صراحت گفتم، امروز آنهایی را که در نظام سیاسی افغانستان مسلط هستند، از ادارات مرکزی کشور گرفته تا ولسوالی ها قدرت را بین خود تقسیم کردن. گروه هایی است که در پاکستان چرا شناسایی نمیشن از سوی دولت افغانستان؟ آقای چی نمیشه؟ شناسایی چرا نمیشن و بعدش هم در مقابلشان چرا عمل صورت دولت نمیگره؟ افغانستان متشکل از این گروه ها هست. اونا خودشان هم میشناسن، روابط خودم میفهمن، مناسبات خودم میفهمن. و من به صراحت امیالی خطاب همی گروه ها میگم که دیروز خوب ادعا داشتین افغانستان اشغال شده بود، روسا را شکست دادین، دیوار برلین سقوط دادین، جمهوری های آسیای میانه را آزاد ساختین، امروز چرا جرأت نمیکنین صدای اعتراضتان علی پاکستان بلند کنین؟
اینا باید جرأت کنن، اینا حداقل اگر خود افغان میدانن به افغانستان خود متعلق میدادن، باید صدا اعتراض خود علی دولت پاکستان بلند کنن. و مورد را که آقای شفیقی به او اشاره کرد، یک توطئه بزرگ در منطقه جریان هست. این توطئه عمدتا علی پشتون ها صورت میگیره. ما به صراحت میگویم شما در طول همی ده سال تعداد بسیار زیادی از سران و مشران اقوام مختلف پشتون ها را در دو طرف خط دیورن میبینین که از بین میره. پاکستان میخواید پشتون ها باعث یک قوت مزمیل شود تا آینده وحدت پاکستان تضمین بکنه. سپاس گذاریم آقای بکتاش. جناب شفیقی صاحب، از دیدگاه شما اگر این مشکل که بین افغانستان و پاکستان به تازگی به وجود آمده، البته مشکلات هم قبلا وجود داشته، اگر از طریق یا بر بنیاد دیپلماسی حل نشه چی باید کرد؟ و آیا از دیدگاه شما بعد از این از طریق یا بر بنیاد دیپلماسی حل خواهد شد؟ تشکر ز دیده پختنی دسته پا لندو تکی که تاسو آقا دی رئیس جمهور چه دی بحرانه زواکونو دی بمباره پا نتیجه که سوک وجل که دیوغو پا خلاف وی چه این تا تجاوزگر پر خطاب ورتا کیو دی پاکستان پا خلاف. اول دا زه فکر کوم چې رئیس جمهور بیخی چوپه خوله نه دی پاکستان په رابطه، البته هغه څه نه دی چې ځینې علاقات فکر کوي صحیح ده، اما تا هم هیڅ حرف شنیده نشده. یوه خبره د تهران په کنفرانس کې زیات څو ځلې یوه خبرې ته حواله ورکول صحیح خبر نه ده، خو دا هغه شوی ښه خبر هم دا ده د خارجی قوتونه افغانستان ته د دوستۍ په نامه راغلي، د افغانستان د حمایې او د ساتنې په نامه راغلي. هغه چې څوک وژني د هغه چا سره چې هغه د تا سره تاریخي مشکل هم لري، د هغو د وژلو سره تفاوت لري، هغه خو د دښمن دی، هغه راغله. اوس خبره هم دا ده، اول دا چې په ډیپلوماسۍ به دا مسله حل شي، باید حل شي. دوهم دا چې نړیواله ټولنه په دې کې مسؤلیت لري، جدي مسؤلیت لري. د افغانستان د دفاع وزیر چې وایي مخکې ورته تورسان صاحب اشتهاره وکړه، د افغانستان فضایي قلمرو د دوی په اختیار کې دی، هوایي قوتونه ولې راځي د پاکستان د افغانستان دننه بمباري کوي؟ سپاس گزاریم، آقای تورسان. اگر خیلی ها کوتاه بگوین چون 30 ثانیه دیگه وقت داریم، رای حل چیست؟ رای حل فقط مراجعه کردن به مردم افغانستان، دولت افغانستان یک تصمیم قاطع و جدی بگیرن و به ارتباط حرف شفیقی صاحب فقط یک نقطه بسیار کوچک هم میگم، ای که اگر نیروهای خارجی که آمدن به کمک مردم افغانستان، اگر اینا بکشن اینا تجاوزگر هستن، اگر پاکستانیا بکشن اونا تشکر یک جهان خیر است. سپاسگزاریم. اینجا دیگه ما ایران نتونه. جناب دکتر صاحب، از دیدگاه شما بعد از این ممکن خواهد شد که بر بنیاد دیپلماسی روابط افغانستان و پاکستان به صمیمیت کشیده شود؟ من صداقت در برخورد جانب پاکستان نمی بینم. یگانه رای را که باقی میمانه، افغان ها اختلافات را که در بین خودشان دارن باید پایان ببخشند. ما را تقسیم ساختن به نام طالب و غیر طالب، به نام جهاد و غیر جهاد. ما چه گونه میتونیم اختلافات ملی ما را پایان ببخشیم؟ با تامین وحدت ملی از کشور خود، از تمامیت ارضی کشور ما، از استقلال و حاکمیت ملی و جناب شفیقی صاحب، از حضورتان در برنامه کاوش خبر داغ تشکر. آقای تورسان، از شما همچنان سپاسگزاریم. و جناب دکتر صاحب محمد آصف بکتاش، از حضورتان در برنامه کاوش خبر داغ یک جان سپاس. بیننده های گرامی، از شما همچنان سپاسگزاریم که تا این دم بیننده برنامه کاوش خبر داغ بودید. تا دیدار بعد، خداوند یار مددگار شما.